سلام و وقتتون بخیر به برنامه پس از انتخابات با من ادریس همدرد خوش آمدین. 7 روز تا اول جوزایی که نامزدان معترض و همچنان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری باورمند به این هستند که حکومت وحدت ملی از حوال جوزا به بعد دیگه مشروعیت نداره و شورای نامزدان انتخابات افغانستان پایان کار حکومت وحدت ملی را پس از اول جوزا را اعلام و بر ایجاد حکومت سرپرست در کشور تاکید کردند. شورای نامزدان ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفتند که این شورا طی نشست بر پایان کار حکومت وحدت ملی به توافق رسیدند. در اعلامیه این شورا طرح سرپرست حکومت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان با دو گزینه برای عبور از بنبست موجود پیشنهاد شده است. مسئله انتخابات ریاست جمهوری و همچنان تمدید کار رئیس جمهور از سوی استر محکمه افغانستان کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری را نگران ساختند. آنها باورمند و معتقد به این هستند که اگر سرپرست ایجاد شود می توانند که جلو و فساد و تقلب گرفته و استفاده از امتیازات دولتی ختم شود و همه نامزدان اجرا نامزد که وجود دارد می توانند که با رقابت سالم به پیش برند و یک انتخابات ریاست جمهوری خیلی خوب و قابل پذیرش تمام طرف ها را با خود داشته باشند. مسائلی است که امروز به بحث می گیریم و برای بحث بیشتر محترم ابراهیم ازهر آقای مسائل در بحث با من است. آقای ازهر خوش آمده. تشکر. سلام باشه. در نخست می خواهیم بپرسیم آقای ازهر که بحث ایجاد حکومت سرپرست سر از اول جوزا و قطع حکومت فعلی و وظایف و صلاحیت هایش به نظرتان کاری خوب است و می تانه که ما را سوق بده به سوی یک انتخابات خوب یا نه؟ ما بسم الله الرحمن الرحیم در نخست تشکر شما که فرصت صحبت در مورد انتخابات میسر ساختین و سلام و عرض و ادب به بیننده های تلویزیون افغان داریم. من فکر میکنم که در طول تاریخ افغانستان شکار یعنی طور حوادث و حالات بسیار اضطراری شده. اگر سیاسیون افغانستان دلسوزی برای افغانستان می داشتن، همین مسئله باید در قانون اساسی افغانستان پیش بینی می شود که نشده متاسفانه. و صراحت ماده 61 از فکر می کنم در مورد ازی امی است که زمانی که زمان دوره یک رئیس جمهور پوره می شود او باید به شکل صلح‌آمیز فرصت و زمینه را مساعد بسازه برای کاندیدای بعدی که یا برنده بعدی که بتونه زعامت یا رهبری کشور را بگیره. اما در این مقطع زمان من فکر میکنم رسالت و اصالت تمام مردم افغانستان به خصوص احزاب سیاسی هم که او احزاب سیاسی که ما انتظار زور داشته باشیم که او احزاب سیاسی باشه که در هر حزب تمام اقوام، ملیت ها، مردم و نهادهای مختلف جامعه خود احساس کنه وجود نداره. اون نهادها از احزاب سیاسی هم فقط ترکیب عمدتاً ترکیب از او ترکیب قومی است. نمیشه که ما به احزاب سیاسی ملی نامگذاری کنیم که اونا انتقاد و چی داره. من بسیار مطمئن نیستم که اگر ریاست جمهوری هم به این پیام از اونا لبیک بگویند که اونا اتفاق رای یا نظر سر از این مسئله داشته شاید روزها و سالها و ماها رو در بر خود گرفت. تای تاریخی که برای خود انتخابات هم تعیین شده و هم سپری خود شد و کسی به این موافق نخواد شدن که کی به صفت سرپرست اینجا به اتمام حجت کنه. من فکر میکنم بازنداشت منافع ملی و خطرات ناشی از موجودیت یک زعامت یا حکومت یا دولت خوب امی است که امی فرصت کوتاهی برای رئیس جمهور موجود داده شده که نه امو وظایف خدا این خلای قدرت به وجود نبه و فرصت ها از این فرصت ها دشمن های مردم افغانستان آقای از هر بیشتر اگر بحث حکومت سرپرست شه به خاطر مصلحت انتخاباتی چی خطرات میتونه و چی احتمالات پیامدهای میتونه در آن داشته باشه؟ من گفتم پیشتر گفتم من بسیار مطمئن نیستم که امی اتفاق رای در درون احزاب سیاسی که شما زنان بردین وجود داشته باشه. ما از این میترسم که سال ما طول خواد کشید و اینا اتفاق از این نخواد داشتن که یک کسر به صفت سرپرست دنجه تاییم کنه. خود از این یک چالش بله. اما اینا خودشان کاندید انتخابات ریاست جمهوری هستن. اگر واقعا چنین یک
فرصت را اینا نبینن و شرایط ایجاب نبینن، چرا خودشان خود در یک جنجال بندازن و حتی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری؟ خب امرا میگم خود درست است، یکی آرمان یک انسان است، یک آرمان بسیار بزرگ، یعنی اینا آرمان گرایی میکنن واقعی گرایی نیستن؟ یکی آرمان است، یکی حقیقت گرایی که ما مطمئن نیستیم که اونمو به حقیقت تبدیل میشه. برازی ما اصلا در درمی دوره کوتاه 20 سال مثلا افراد و اشخاص اتو ثابت نیافتیم، دیدیم یک روز به خاطر منفعت خود یک جای خود پیوند کردن، فرداش بر جای دیگه پیوند کردن، امروز یکی را توهین کردن و تحقیر کردن، فرداش پس آمدن به دامن از دست انداختن، فقط منافع خودشون شخصیشون بالاتر از منافع مردم بوده. اگر ما درک ماضی مثلا این بود که احزاب سیاسی در افغانستان بر مبنای حقیقت وجودی یک حزب سیاسی ملی وجود می داشته باشن اینا تبارز میکردن، در وقت حقیقت بود که بله اونا میتونستن که یک حکومت سرپرست را پیشنهاد میکردن که تحت رهبری ازو انتخابات راندازی میشد و مردم میرفتن برمون کسی که اما اشخاص یا افراد دلخواه خود برش رای میدادن. بله، گزینه بعدی از اینا از البته از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری است که اگر رئیس جمهور میخواهد که به دوام کار خود ادامه بده، باید از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری کنار بره و من حیث یک سرپرست اداره کنه حکومت. این طرح چگونه است به نظر شما؟ آیا واقعا رئیس جمهور، رئیس اجرایه این قربانی را میته به خاطر شفافیت انتخابات؟ ما فکر نمی کنم، به خاطر از اینکه اگر شما باید داشته باشین خود رئیس جمهور غنی اذعان کرد که گویا مسئله او پلان ها یا کارهایی که ما انجام داده بودم او به اصطلاح تکمیل نشد، این پایه‌گذاری شد و ما طرح خود دادیم اما عملی نشد. اما یک مسئله ای که ادعای امی احزاب سیاسی، من فکر میکنم وقت این مؤثر و قابل قبول بود که اینا در این وقتی کوتاه زمان این مسئله را پیشنهاد نمیکرد، حداقل 6 ماه پیش را پیش بینی. اما اینا پیشنهادشان از قبل بوده، تا امروز تاکید دارن تا 6 ماه پیش هیچ وقت قبول نکردن، 6 ماه پیش پیش بینی میکردن و امی فرصتا منظور می بود که اگر به یاد داشته باشین که اما میادی که برای انتخابات ریاست جمهوری تعیین شده بود دو مرتبه تغییر کرد. اگر 6 ماه قبل یا 1 سال قبل احزاب سیاسی که به اون پختگی خود اگر میرسن به واقعا نا دلسوزی به خاطر منافع اولیای کشور میداشتن، اینا بر شیوه که می بود رئیس جمهور مجبور می ساختن امرایش می ششتن و می گفتن که اول تاریخ انتخابات تغییر نخوره، باز که تاریخ انتخابات، اگر تاریخ انتخابات تغییر بخوره باید خودت استعفای بدی، یک شورای مثلا موقت بله مسئولیت ریاست جمهوری بگیر که از خلای قدرت شده. یک مسئله دیگه در شرایط موجود من فکر میکنم مسئله آمدن طالبا یا صلح با طالبا هم یک مسئله بسیار حیاتی و مهم است. اگر در این مقطع زمان که بسیار کوتاه، فاصله بسیار کوتاه وجود داره، این حکومت سرپرست در اینجا زمام امور یا اتمام حجت کنه یا مسئولیت قبول کنه، شما چی فکر میکنین این پروسه صلح به کجا خواهد کشید؟ برای کی میره؟ چی حداقل این رئیس جمهور یا این رئیس اجرایه کسایی هستن که در جریان 5 سال گذشته تمام مسائل تعقیب میکردن، در جریان این مسئله، در جریان می قضایا بسیار روشن هستن، میتونن که اما طرح‌های خود یا برنامه‌های خود بسیار اصولی به خاطر منفعت مردم یا به خاطر اینکه مو خلای قدرت به وجود نبیه به عنوان یک مسئول یا زعیم یک کشور بتونن اما به اصطلاح مسئولیت خود بله. مشکلاتی که در روند انتخابات افغانستان شما می‌بینین از دوره‌های اول از سال 2001 تا به این سو، چقدر افغانستان با مشکلات داشته در عرصه انتخابات که همیشه نتونستن واقعا یک زعیم خوبه برای خود انتخاب بکنن؟ من فکر میکنم از هر من الشمس و چیزی که مثل آفتاب رو روشن است، هم به خودت هم به من هم به تمام مردم افغانستان، این جای نداره که ما سرزی تبصره کنیم. انتخابات در جریان بعد سال 2001 تا امروز چند سالش خو حکومت موقت بود، بالاخره رفتیم به انتخابات و انتخابات قطعا انتخابات شفاف نبود، قطعا او چیزی که مایی یا خواست و آرزوی مردم افغانستان قطعا او چیز وجود نداشت. چی انتخابات ریاست جمهوری و چی انتخابات پارلمانی و چی انتخابات شورای ملی یا دیگر بخشهایی که ما به هر عنوانی که برای انتخابات نامشمونیم، انتخابات خودش یک پروسه است،
یک پروسه است که داوطلبانه مردم به خاطر تصمیم گیری، به خاطر انتخاب زعیمشان، به خاطر انتخاب رهبرشان، به خاطر انتخاب نمایندهشان میرن به پای صندوقهای رای. اما ما شاهد از این قضایا بودیم که دستبازی بسیار نادرست. حداقل اگر از دوگاش مردم افغانستان فراموش کردن و یک شرم، یک داغ ننگین بر جبهه، بر جبین دولت و حکومت افغانستان که در جریان 4 ماه 5 ماه نتونست حداقل آرای کابل روشن کنه و تصفیه کنه، با این جلکاری، با این دستکاری، با این فساد بسیار بزرگ و بزرگ، و چیزی که ما انتظار و توقع از شخص رئیس جمهور و رئیس جای داریم این است که حداقل امو کسایی که خیانت کردن، امو کسایی که آرای مردم، آرزوهای مردم از زیر پای کردن، امو رو به پنجه قانون بسپارن. به این شکل که گویا سارنولی کار خود شروع کرده و هیچ خلاص نمیشه. و چیزی که مثل آفتاب روشن از جنایات و خیانت بزرگی که امی کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات در مقابل کاندیدای ولسی جرگه یا پارلمان کشور انجام دادن، این رو بازی بچم چه وقتی محاکمه میشن، چه وقت از اینا پرسان میشن، و این خیانت های بزرگی که در داخل انگرا کردن، شبانه مردم استخدام کردن، رای صندوق مره به تو از تر به او از او رو به او انداختن، این چه وقت قانون تطبیق میشه؟ و آرزوی ما است که اگر اینمی مثلا عملی نشه، فکر میکنم کاندیدای ریاست جمهوری یا نتایج ریاست جمهوری بدتر از این خود بود و این یک مایه شرم و یک لکه ننگین بر جبین تمام مردم افغانستان و دولت افغانستان. آقای ازهر، ما هیچ وقت یعنی موفق نشدیم که کمیسیون مستقل انتخابات خود را رشد بدهیم و یک کمیسیون واقعا مسلکی داشته باشیم. به نظرتان واقعا کسانی که میان به چوکی ریاست جمهوری میشینن، اینا خودشان نمیخواین که یک کمیسیون داشته باشن آری از فساد، چون میفهمند که 5 سال بعد باز انتخابات میشه، قصدن همه چیز سازمان یافته است که انتخابات های ما همیشه به بنبست مواجه میشه، یا واقعا مدیریت ضعیف، نبود اشخاص مدبر و بیش از 40 سال جنگ در افغانستان تاثیرگذار بوده روی این مسائل؟ ما در پولی از اینکه چیزایی که شما یاد کردین تاثیرگذار بوده، من یک چیز دیگر هم فکر میکنم فراموش شما شد که رو باید یاد میکردیم که نقش جامعه جهانی در این مسئله بسیار ضعیف بوده. با کمال تاسف آن چیزی که باید از جامعه جهانی در اینجا مسئولیت قبول میکرد نبود. اول خب ما از یک جنگ بسیار دوامدار، یک حکومت نیم بند دموکراسی در افغانستان آمد و در حالت بسیار در حالت اختلافات بسیار شدید مذهبی و قومی و سمتی و زبانی و اخلاقی و صنفی و همه مسائل قرار داشتیم. وقتی که جامعه جهانی اینجا آمد، من فکر میکنم او مسئولیت جامعه جهانی بود که افغانا رو گرد هم جمع میکردن و یک تعداد مردم های بسیار با رسالت، مردم های تحصیل کرده، دانشمند و متخصص و وطن دوست در خارج از افغانستان بودن، اونا هم میتونستن که میامدن، برای اونا هم فرصت ها رو میسر میساختن. چی کمیسیون انتخابات، مستقل انتخابات یا دیگه کمیسیون های دیگه، از افغان هایی که تخصص داشتن، دانش داشتن، ولا تعهد داشتن، از بسیار مردم هایی که فعلا نمیال در اریکی قدرت دولت هستن، اونا وطن خود زیاد دوست داشتن، فرصت ها رو برشان مساعد مثلا از طریق می موسسات جهانی فرصت ها رو برشان مساعد می ساختن که می آمدن اینجا مسئولیت می گرفتن. حالا شما ببینید امی انتخابات، امی تعیین نماینده های احزاب در کمیسیون مستقل انتخابات، خود ازی یک چیز مضحک نیست، به خاطر ازی که گفتم و پیشتر عرض کردم که احزابی که فعلا چی شد اکثریت ازی قومی است، این فقط به اساس قوم اونجا نصب کردن. باز هم زمانی که یک کس خود کاندید میکنه، هر کس کوشش میکنه که به نفع قوم خود تبارز بده یا جمع‌آوری و نمو رای به نفع کاندید مورد نظر خود که از قوم خودش باشه باید از بازو بکشونه. خود از این کار نادرست بود. من فکر میکنم که جامعه جهانی در این مورد به حق مردم افغانستان بسیار ظلم بزرگ انجام داد، نخواست و این قصد نخواست که از ظرفیت های بسیار
درست افغان ها که در سود از اونا در این چی است که وقتی اونا نخواستن واقعا ظرفیت سازی کنن که بیسن مستقل اینه 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 به این وضعیت باشیم دیگه تا ابد اینه میخواستم باشیم که اما فکر نمی کنیم که یک بار دوش است بالای خود از اونا اونا ناگزیر هستن که اگر چنین خب پای افغانستان اگر لنگ باشه ناگزیر اونا همیشه اگر نکردن همراهی کنن ما اگر نکردن باید میکردن اگر فراموش کردن و این برشون چی نبود آله باید از ایره متوجه شوند و این کمیسیون بسیار ضعیف است. کمیسیون اصلا فکر کنید سرنوشت 30 میلیون انسان به دست از این است، سرنوشت حیات و ممات انسان ها در زیران 5 سال به دست از این است، سرنوشت پارلمان کشور که 5 سال میره به خاطر قانونگذاری حیات انسان در اینجا تضمین میکنه برای هویتش، برای سلامتیش، برای اقتصادش، برای تحصیلش، برای فرداش، برای آیندهش. دقیقا آقای از هر سوال ما همی بود. همونطور که روی ارگانهای امنیتی خود ما حساب میکنیم میگیم باید یک اردوی خیلی قوی داشته باشیم، یک پلیس خیلی قوی داشته باشیم، انتخابات و کمیسیون مستقل انتخابات هم سرنوشت ساز است برای مردم افغانستان که متاسفانه تا امروز ما نداشتیم. هر بار که انتخابات میشه همه چیز از سر شروع میشه، حتی کمیشنرایش تازه انتخاب میشه، تشکیلاتش تازه انتخاب میشه. چقدر باید فوکس اصلی روی کمیسیون انتخابات باشه و مشکلات امروز افغانستان چقدر وابستگی داره به نداشتن یک کمیسیون که واقعا میتونست تصمیم درست میگرفت و نمایندهای واقعی مردم به پارلمان میفرست و رأی مردم واقعا استفاده صورت میگرفت؟ این مسائل ما ارزوی ما از ریاست جمهوری همی است که دست به کار شوند. امی کمیسیون افرادی که قبلا در کمیسیون مستقل انتخابات بودن کن از اینا را به پنجه قانون بسپارن. این فریب و این تزویر درست نیست که بگن که کارایشان جریان داره، اما این صدا باید از برای و این مردم افغانستان شاهد محاکمه افراد ظالم و خائنه که به سرنوشت مردم دست دادن باشن که برای آینده ها هم مردم افغانستان این جسارت کرده بتونن که اینه طور یک سیستم یا اینه طور یک زعیم در کشور است. اما طور که ما اما آقای از هر زعیمی که واقعا کاندید انتخابات ریاست جمهوری است و نیاز دارد تا یک پشتیبانی قوی را به خود در انتخابات 98 داشته باشه و همیشه حمایت مردم داشته باشه، کی میتونه به نظر شما با کسایی که واقعا پشت مردمی دارن با اونا مبارزه کنه؟ ما از مسئولین کمیسیون قبلی میگم که اونا را هر چیز دوتر به پنجه قانون بسپاره. اینا کسایی که تازه آمدن هنوز کار از یا معلوم نیسته. ما از یا مثال امیدوار نیستم. اون ظرفیتی که لازم است که باید از کمیسیون انتخابات داشته باشه و تخصص و دانش و تجربه و صداقت و تعهد داشته باشه او را در وجود از یا من نمیبینم. اما هنوز کار از یا معلوم نیست. من منظورم از تیم قبلی که بسیار بزرگ اشتباهات بسیار بزرگ را به حق مردم افغانستان انجام دادن و انتخابات پارلمانی یک تجربه بسیار خوب بود که او میتونست برای آینده ریاست جمهوری هم یک چیزه، اما خود از یک ناکامی بسیار بزرگ است. حالا چیزی که ما بسیار انتظار و توقع داریم می است که اینا باید هر چیز دوتر تعیین سرنوشت شوند و یا را به پنجه قانون بسپارند که تا یک درس برای آینده ای دیگه کسایی که مسئولیت میگیرن باشه. اگر این فرهنگ معافیت باشه که قبل از اونم چیز نگو، بعد از اونم چیز نگو و چیزی که روان است اینم چیز نگو، واضح است دیگه ما منتظر اینمی خیانت های بزرگ باشیم که هر کسی که آورد و نمیست مردم حاکم میشه. بیندو عزیز یک رفت و برگشت خیلی کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم، برنامه ما ادامه دارد. ژوند د برلی ټوب لپاره چټکتیا اړینه ده، نو له همدې لپاره مونږ د اتصالات په چټک 4G اعتماد لرو. د اتصالات غوره انټرنیټي شبکې سره ونښلئ او دوه برابره انټرنیټ لاسته راوړئ. د 4G کڅوړه فعال کړئ او 4G انټرنیټ وړیا لاسته راوړئ. د ګډون لپاره 4G ولیکئ او 3 اتاویه ته واستوئ. ستوری اتاتیا یو اتیا علامت نمبر دهل کړئ او د خپلې خوښي کڅوړه وټاکئ. د اتصالاتو سره راتلونکی استاس دی. اطلاعیه مالیاتی با اطلاعیه شفاخانه های خصوصی، دانشگاه ها و مکاتب خصوصی رسانیده می شود. برای حل مشکل بررسی مالیاتی و کاهش جرایم مالیاتی می توانند به شرکت صاحبی مراجعه کنند. شماره تماس
0728-10-10-10. آدرس شیرپور، سرک اول، خانه نمبر 1. زندگی وقت زیباست که پر از تنوع باشد. معرفی بسته مشترک اینترنتی اتصالات. حالا 3 جی بی اینترنت، 500 دقیقه اتصالات به اتصالات و 500 پیام جداگانه کتبی را فقط در بدل 499 افغانی به دست بیاورید. برای فعال نمودن 499 را به 3378 پیام کنید. همچنان 1500 دقیقه اتصالات به اتصالات، 500 جی بی اینترنت و 500 پیام کوتاه کتبی را فقط در بدل 299 افغانی به دست بیاورید. برای فعال نمودن M299 را به 3378 پیام کنید. عجله نمایید و بسته دلخواهتان را همین امروز فعال سازید. اتصالات آینده از شماست. افغانی زموږ د ویاړ، اقتدار او ملي هویت نښه ده. ایا د تیرو 15 سال ورتور از راهیسې مو د خپل اتصالات سیم کارت څخه ګټه نه ده پورته کړې؟ نو همدا اوس ترې ګټه اخیستل پیل کړئ. 500 افغانۍ او یا هم لاغه نه پورته حساب ډیر کړئ. یو جی بی انټرنیټ او د اتصالات شمیرو ته 30 دقیقې د 3 ورځو لپاره وړیا لاسته راوړئ. یوازې دا نه، د سیم کارت تر فعالېدو وروسته تاسو 15 جی بی انټرنیټ او د اتصالات شمیرو ته 10 دقیقې هم په 300 افغانۍ د 3 ورځو لپاره ترلاسه کړئ. د اتصالات سیم کارت مو همدا اوس فعال کړئ او بې ساري وړیا ګټو خوند واخلئ. اتصالات سره راتلونکي ستاسو دی. آمدین به ادامه برنامه. آقای ازهر، میخواییم بپرسم که ترکیبی که در تکت های انتخاباتی گرفته شده و چیرهایی که میخواین که رئیس جمهوری آینده افغانستان باشه، اینا چقدر امو ترکیب قومی، ترکیبی که تخصصی و مسائل اینا رعایت کردن و یک تکت خیلی خوب ساختن بتانه مردم را قبول کنه؟ من فکر میکنم موضوع حل از دیگه قدر چی نداره که مردم، کلمه مردم شما به کار بردن. مردم زمان ما میتونستیم بگوییم که مردم نقش خود در مورد تصمیم گیری یا در فرایند تصمیم گیری به خاطر تعیین سرنوشت یا تعیین زعیمشان کار کنند، که احزاب مردمی می بود. بله، احزاب که مردمی می بود، حزب آدم کلی که خود درک میکردن که مثلا تمام اقوام، تمام ملیت ها، تمام سمت های افغانستان داخل از خود احساس میکردن که بله من دینمی حزب هستم. آل او تم نیست، اول فقط و قرار است سیستم انتخاباتی افغانستان هم حزبی شود. حزبی شود خوب است، اما حزب ساختار، حزب ساختار درست باشه. گفتم بر بنیاد قوم نه. شما ببینین امروز بسیار گپ چیز که زمانی که کس خود کندید میکنه، باز با کمال تاسف در قانون اساسی البته تذکر هم در آمده که یک چیز معاون اول خود باید ببینن که در بین هزاره ها کی زیادتر نفوذ رو بکشونه، در بین ازبکا کی بسیار نفوذ رو بکشونه، یا در بین تاجیکا کی بسیار خود چی، یا در بین پشتونا. این فقط به خاطر از اون نیست که اینجا تخصص و دانش و تعهد فکر کنن، اینجا فقط به خاطر قابلیت نفوذ و داشتن مثلا صلاحیت یا درایت در بین قوم خود کی بسیار چی داره. مهم نیست که او تخصص، دانش یا خرد یا بینش یا تجربه یا کدام کار داشته، مهم نیست که او چقدر در بین قوم خود صاحب رسوخ است و چقدر به اصطلاح ملک، ملک بسیار کلان بزرگ است که بتونه آرای قوم خود به نفع کسی که او به صفت معاونش آمده جمع کنه، یا معاون اولش یا معاون دومش. اینی مسئله است. ما خود بسیار آرزو داریم که خدای فرصت برای افغانستان میسر بسازه که از طریق حزب، از آرای حزب مردم برن به طرف انتخابات و انتخابات افغانستان حزبی شود و مردم بالاخره با درک مسئولیت و با درک رسالت. اما افغانستان آقای از هر هنوز احزابش مشخص نیست، شاید بیشتر از 73 حزب راجستر باشه و بیشتر از 10 حزب دیگه اصلا راجستر دولت نباشه، و با این تعداد احزابی که در افغانستان وجود داره و احزابی هستند که اصلا فعالیت ندارن، فقط جواز گرفتن و ختمش مشخص هم ندارن، میتونیم که ما از احزاب توقع داشته باشیم و بله، به سوی حزب شدن بریم؟ بله بله بله. انمی من فکر میکنم که اگر زعامت آینده افغانستان در تشریک مسئله با پارلمان کشور و با قبول خواستا یا یک رفرندومی که همه پرسی شد از مردم افغانستان، اگه درست چی میشه که از تعداد 70 حزب که یک خانواده مثلا که 50 نفر رفته حزب جور کرده، یک ملک که 60 نفر رفته حزب جور کرده، حزب
ساختن قوانین بسیار پیچیده و مغلق و چیز داره. این قاسان هم نیست که هر کس برو ثبت کنه که 50 نفر رو حذف شد. اما امروز در افغانستان همه چیز حاکم است. بله، امورا گفتم برای آینده افغانستان میشه زحمت آینده با همکاری و تشکیل مساوی با پارلمان کشور، با همپرسی و نظریات مردم و سنگینی جامعه مدنی به خاطر زمین کار پیشنهادات بسیار اصولی را انجام بدن. احزاب اونمو قسمی که در دیگه دنیا ارزندام میکنن و اونمو فلترهایی را که باید عبور کنن و از او براین و او ساختار دو شریک باشه و دیگه این گپ پشتون و تاجک و هزاره و ملیت های دیگه از افغانستان برچیده شوه و کلگی یک ملت واحد تحت یک نام، مهم نیست دو تا شوه، مهم نیست سه تا هیچ شوه و اصلا چهارم شوه من نیاز نمیدونم در افغانستان که او بتانه از او طریق مثلا مسئولیت بگیره و کل مردم افغانستان زیر شوها یا زیر چتر اونمو حزب خود درک کنن که دیگه حالتو نیست که یک وزیر از قوم تاجک یا پشتون یا هزاره در یک جا نصب شد باز غیر فکر و هوشش طرف از این باشه که اونو نصب کنه و دیگه مردم افغانستان که تخصص و دانش و تجربه و مدارج عالی تحصیل خود را بپیمه اونجا بره مزدورکاری کنه یا دسترک های لایلا بگرده. او وقتی که باز اون فرصت ها اونجا باز یک تقابل چیز قرار میگیرن، در یک رقابت بسیار شدید قرار میگیرن. اون تیمای دیگه اپوزیسیون یکی دو حزب دیگه اپوزیسیون تشکیل بله. میشه اونا میفهمن اول خب اپوزیسیون هم دولت، دولت هم اپوزیسیون است، دولت هم اپوزیسیون است و گاهی هم دولت است. این یکی کته دیگه در سازش و در هماهنگی بسیار کارا انجام میدن. اونجا خودتون نیست دیگه باز وقت باز تمام کارا تحت شوهای بسیار کوچک او دیده میشه و غلطی هاش برایش کشانده میشه و برای مردم از طریق رسانه ها معرفی میشه که خیانت دولت یا خیانت فرد یا شخص که در دولت کار میکرد اینی بوده که با آینده باز برای از او کسی اعتماد نکنه و برش رای نده. بله، میخواییم بپرسم که با وجود ازی که شما بسیار باورمند نیستین برای مردمی، بازم انتخابات ریاست جمهوری اگر برگزار میشه مردم افغانستان باید سعی کنند که به کیها باید رای بدن و چگونه اشخاص باید لیاقت مرای که دارن رو بدانند؟ والا مردم افغانستان در شرایط موجود او پروسی که مردم دلبد شده دلشکسته شده از این تکرار غلطی ها اشتباهات بسیار بزرگی که در جریان امی عبده 18 سال که صورت گرفت مردم متاثر است، مردم دلبد است، مردم میگه بارای اما به سوی رای دادن میرن. شما شاهد هستیم که با وجود امی ناامنی و امی بارای ما خیانت شده اما بارای ما خیانت شده، بارای ما دزدی شده، اما باز هم مردم ناگزیر است، مردم به خاطر دیگه راه نداره. اونجا که وقتی که اونجا میرن باز ببینن که یک کمیسیون سیاسی چیز در عقب از اونا، یک از سیاستمدارا میگه که روز رایگیری روز شادی است که مردم ها میرن رای خود میتن، اما شب سیاه شب ظلمونی است که در زیر چتر او خانه هایی که صندوق ها جمع میشه کیها چی کارها رو انجام میدن. اونوش بدتر از این است. من فکر میکنم که اینی امید برای مردم افغانستان داده شده که دیگه رایشان تقلب نمیشه، دزدی نمیشه، برایشان خیانت نمیشه، که اون یک ذره باورها و اما اعتمادسازی بیشتر شده برای مردم که بیشتر سهم بگیرن و نقش بیشتر مردم در تعیین و زعامت آینده افغانستان بسیار موثر است. آقای از هر سپاسگزار هستیم از اون بیننده عزیز. برنامه پس از انتخابات در همین جا به پایان میرسد. تا لحظات دیگر بیننده برنامه صلح باشید. افغان بزنس کلاب من هیسه فراهم کننده، تسهیل کننده و مشاوره دهنده به شرکت ها و افراد به خاطر شرکت در تجارت های مختلف عرضه خدمات می نماید. بناهن اگر تجارت تولیدی، خدماتی یا شرکت وارداتی عایداتی دارید اما می خواهید تجارتتان به شکل شراکت با فروش سهام انکشاف یابد و پرمنفعت گردد و یا اگر پول نقد بالاتر از $5,000 دارید اما سیستم عایداتی ندارید و به دنبال شریک مطمئن، سرمایه گذاری، منفعت و شراکت در تجارت ها با خرید سهام شرکت ها در کابل استید، با ما تماس بگیرید. زیرا ما باور داریم بدون شراکت در هایت و بدون خرید و فروش سهام موفقیت و منفعت در تجارت امروزی بهینه است.